به نام ایزد منان، با سلام بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی و همکارانم از استدیو خبر شبکه جهانی ما حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. با هم نگاه بیندازیم به سرخط خبرها. واحد فولاد چین در سینکیانگ به فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه کار اجباری اویغورها اضافه شد. تأکید کارشناسان سازمان ملل متحد بر پایان دادن به رفتار تبعیض‌آمیز علیه آفریقایی تبارها. صادرات گوشت حلال توسط هند به 15 کشور مسلمان. سازمان ملل میگوید از آغاز 2024 تا کنون نزدیک به 500,000 نفر در یمن آواره شدند. واحد فولاد سینکیانگ وابسته به گروه فولاد باوو چین به تازگی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شده است. این تصمیم به دلیل استفاده از کار اجباری اویغورها در تولیدات این شرکت اتخاذ شده و بر نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در این منطقه و تأثیر آن بر زنجیره تأمین جهانی تأکید دارد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. واحد فولاد سینکیانگ وابسته به گروه فولاد باوچین، بزرگترین تولید کننده فولاد جهان، روز چهارشنبه به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شد. این اقدام به دلیل استفاده از کار اجباری اویغورها در این منطقه صورت گرفته است. این واحد به دلیل نقض‌های مداوم حقوق بشر و استفاده از کار اجباری به این فهرست افزوده شد. طبق قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، کالاهای تولید شده در سینکیانگ به عنوان کالاهایی که با کار اجباری تولید شدند در نظر گرفته می شود، مگر اینکه شواهد قانع کننده‌ای خلاف آن ارائه شود. دولت ایالات متحده به طور جدی در حال مقابله با ادعاهای استفاده از کار اجباری در این منطقه است که به ویژه شامل اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌ها می شود. سینکیانگ بزرگترین تولید کننده فولاد در چین به شمار می رود و در سال 2020 ظرفیت تولید آن به بیش از 10,500,000 تن رسید. انتقادات از چین به دلیل سرکوب اقلیت‌های قومی در سینکیانگ، از جمله زندانی کردن افراد و نظارت جمعی، به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. همچنین گزارش‌ها حاکی از مشارکت این شرکت در برنامه‌های انتقال کار است که به عنوان نوعی کار اجباری تلقی می‌شود. این تحولات نگران کننده می تواند پیامدهای جدی برای شرکت‌های خودروسازی که از فولاد و مواد اولیه این منطقه استفاده می‌کنند به همراه داشته باشد و بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تأمین جهانی تأکید کند. در این مورد همراه هستیم با دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران. سلام و شب شما بخیر. آقای دکتر صادقی، با توجه به اضافه شدن واحد فولاد سینکیانگ به فهرست تحریم‌های ایالات متحده به دلیل استفاده از کار اجباری اویغورها، به نظر شما این اقدام چه تأثیری بر رفتار دولت چین در رابطه با نقض حقوق بشر مسلمانان اویغور خواهد داشت؟ سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. به نظر من با در دهه‌های اخیر با گسترش اینترنت و افزایش ارتباطات و اطلاعات، موضوعات حقوق بشری خیلی با اهمیت شدن و میتونن کشورها رو تحت تاثیر قرار بدن. البته در این زمینه باید ببینیم که سمتی که تحریم میکنن کشورهای غربی و آمریکایی، چقدر این موضوع با منافع حیاتی اونها در ارتباط هستش، و دوم اینکه طرف مقابل چقدر دموکراتیک هست و چقدر حکومت دموکراتیکی داره. معمولا
در طرف مقابل که کشورهای مثل روسیه و چین که کشورهای دموکراتیکی نیستن زیاد این به این موضوعات توجه نمی کنن، ولی به هر حال در دنیای امروز نمیتونن بی توجه از کنار این مسائل رد بشن و حتما اثراتی خواهد داشت. منتها اینکه چقدر اثر داشته باشه باید دید که چقدر این موضوع در ارتباط با منافع حیاتی طرف تحریم کننده ارتباط داره که فشار بیشتری بیارن. ما نمونه هایی داشتیم در اروپا، در به عنوان مثال بحران کوزوو، مسائل حقوق بشری چون ارتباط زیادی با منافع حیاتی اروپایی‌ها پیدا کرد منجر حتی به مداخله نظامی شد. ولی در این مورد در ارتباط با مسائل داخلی چین خب اهمیت کمتری داره، ولی به هر حال اثر داره. کما اینکه در این حال اینکه کشور چین نشون داده زیاد به این مسائل توجهی نداره و معمولا تلاش میکنه که از کنار این مسائل عبور کنه. بله، از شما سپاسگزارم. دکتر مهدی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی و بین المللی از تهران. برنامه را با چند خبر کوتاه پی میگیریم. شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در عراق خود را برای بزرگداشت سالروز شهادت ابراهیم القمر نوه امام حسن مجتبی علیه السلام در حرم ایشان در شهر کوفه آماده می کنند. گفتنی است ابراهیم ابن الحسن المثنا فرزند امام حسن مجتبی، فرزند امیرالمومنین علیه السلام است که در میان مردم به ابو اسماعیل و ابو اسحاق و نیز صاحب صندوق در کوفه ملقب می باشند. مزار ایشان در کوفه مورد زیارت جمعیت بزرگی از دوستداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت قرار می گیرد. سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که 3,400,000 کودک سودانی در معرض خطر بیماری های همگیر هستند. از سوی دیگر مقامات سودانی اظهار داشتند تعداد مبتلایان به وبا به بیش از 18,000 نفر رسیده که 545 نفر جان خود را از دست دادند. در همین راستا دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه اعلام کرد سودان در حال حاضر از شیوع چندین بیماری از جمله وبا، مالاریا، تب دنگی، سرخک و سرخچه رنج می‌برند. وزارت دفاع مکزیک گفته در پی تیراندازی سربازان این کشور به یک گروه 33 نفری پناهجویان در مرز مکزیک با آمریکا 6 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه گفته پناهجویان با یک خودروی باری قصد داشتند از گشت نظامی فرار کنند. وزارت دفاع مکزیک روز چهارشنبه 11 مهر اعلام کرده که این رویداد سه‌شنبه شب در شهر هویکسلا در جنوب غرب مکزیک زمانی رخ داده که پناهجویان از شمال گواتمالا وارد مکزیکو شده بودند. پلیس تایلند اعلام کرده که در نتیجه آتش گرفتن یک اتوبوس حامل دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در حومه شهر بانکوک دست کم 23 نفر جان باختند. پلیس تایلند روز سه‌شنبه 10 مهر گفته است که 16 دانش آموز دیگر و 3 آموزگار در این رویداد زخمی شدند. نخست وزیر تایلند گفته این اتوبوس حامل بیش از 40 دانش آموز و آموزگار در حال سفر علمی به شهر بانکوک بودند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که 45 پناهجو در نتیجه غرق شدن 2 کشتی در سواحل جیبوتی در آبهای خلیج عدن جان باختند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که این کشتی ها با 310 سرنشین از مبدأ یمن حرکت کرده بودند. این سازمان اعلام کرده است که تاکنون 32 سرنشین این کشتی ها نجات داده شده و از سرنوشت 10 تن دیگر خبری در دست نیست. مطالعه‌ای تازه که در مجله پزشکی لنست منتشر شده است نشان می‌دهد که درمان کاهش بینایی و کاهش کلسترول LDL می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به زوال عقل کمک کند.
این مطالعه توسط 27 پژوهشگر از کمیسیون لنست در زمینه زوال عقل انجام شده و دو عامل خطر جدید را شناسایی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که حدود 7% از موارد زوال عقل می تواند به کلسترول بالای LDL در میان سالی مرتبط باشد و 2% از موارد نیز به درمان نکردن کاهش بینایی در سنین بالا مربوط می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده از سال 1990 شیوع اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی در سراسر جهان تقریبا 2 برابر شده است و همه قاره ها را تحت تأثیر قرار داده است. گفتنی است کودکان آمریکایی در صدر این چاقی قرار دارند و اروپای جنوبی از جمله یونان، ایتالیا و اسپانیا 10 تا 15% از کودکان چاق هستند و در آسیا نیز تقریبا نیمی از کودکان دارای اضافه وزن زیر 5 سال دارند. محققان عوارض این اضافه وزن در کودکان را فشار خون بالا در دوران کودکی، دیابت نوع 2 و اختلالات چربی می دانند که به سندروم متابولیک در کودکان منجر می شود. دانشمندان سیاره فراخورشیدی جدیدی را یافتند که به دور ستاره بارنارد می‌گردد که نزدیکترین ستاره منفرد به ماست و تنها 6 سال نوری از ما فاصله دارد و یک سال در این ستاره فراخورشیدی تنها 3 روز زمینی طول می‌کشد. این کشف با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ VLT در شیلی انجام شد که در 5 سال گذشته ستاره بارنارد را رصد کرده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی جدید عدم پاسخگویی مسئولان دولت‌ها را در استفاده از فشار و تبعیض علیه آفریقایی‌ها را مورد انتقاد قرار داده و بر ادامه نژاد پرستی سیستماتیک در نهادهای امنیتی تأکید کردند. این گزارش بر لزوم اصلاحات در نظارت و حمایت از قربانیان تأکید دارد و بر لزوم تجدید نظر در تغییر نگرش ها که صرف تعلق داشتن به نژادی خاص را جرم انگاری می نماید اصرار می ورزد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. گزارش جدید کارشناسان عدالت نژادی سازمان ملل حاکی از آن است که مسئولان دولت‌های گوناگون به ویژه در بخش‌های امنیتی و انتظامی و قضایی در استفاده از فشار و اجبار مفرط علیه آفریقایی‌ها همچنان از پاسخگویی در قبال اقدامات خود سرباز می‌زنند. این گزارش که توسط مکانیزم متخصص برای ارتقای عدالت نژادی منتشر شده بر تداوم نژادپرستی سیستماتیک در نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی کشورهای مختلف تأکید دارد. طبق این گزارش، رفتارهای تبعیض‌آمیز مانند پروفایلینگ نژادی، آزار و اذیت و استفاده نادرست از سلاح‌های غیرکشنده به طور گسترده‌ای ادامه دارد. پروفایلینگ نژادی به معنای استفاده از نژاد، قومیت یا ویژگی‌های ظاهری افراد به عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی آنهاست. به این معنی که افراد به دلیل صرفاً تعلق داشتن به یک نژاد خاص بیشتر در معرض گمان و قضاوت‌های نادرست قرار می‌گیرند، حتی اگر مدرک و دلیلی برای این قضاوت‌ها وجود نداشته باشد. این نوع قضاوت‌ها می‌تواند به تبعیض و نابرابری در برخورد با افراد منجر شود و به عنوان یکی از اشکال نژادپرستی و نقض حقوق بشر شناخته شود. از جمله نتایج این رفتارها و گمانه‌زنی‌های نادرست باعث افزایش تعداد آفریقایی‌های موجود در زندان‌ها و بدرفتاری با آنان در مراحل قانونی شده است. به عنوان مثال، در ایالات متحده حدود 37% از زندانیان از نژاد آفریقایی هستند، در حالی که این گروه تنها 13% از جمعیت کل این کشور را تشکیل می‌دهند. کارشناسان به دولت‌ها توصیه کردند که در زمینه‌های گزارش‌گیری، نظارت مستقل و حمایت از قربانیان این نوشیوه‌ها اصلاحات لازم را انجام دهند تا به بهبود وضعیت عدالت نژادی کمک شود. در پایان باید به این نکته مهم اشاره نمود که بر اساس آموزه‌های اسلام و سیره 14 معصوم علیهم السلام، نگاه تبعیض‌آمیز
به افراد بر اساس رنگ و نژاد مذموم شمرده شده است. اسلام به برابری انسان ها تاکید دارد و هر گونه قضاوت و تبعیض بر مبنای ویژگی های ظاهری یا نژادی را ناپسند می داند. لذا ضروری است که همگان به اصول انسانی و اخلاقی پایبند باشند و در برابر نجات پرستی و تبعیض های اجتماعی ایستادگی کنند. دولت هند در یک تغییر سیاست راهبردی تصمیم به آغاز صادرات گوشت و محصولات گوشتی حلال به 15 کشور مسلمان نشین از 16 اکتبر گرفته است. این تصمیم نشان دهنده تغییر رویکرد دولت نارندرا مودی در زمینه محصولات حلال است، در حالی که در سالهای اخیر بحث‌های جنجالی درباره گواهینامه حلال در این کشور وجود داشت. بر اساس اعلام اداره کل تجارت خارجی هند، محصولات صادراتی باید دارای گواهینامه حلال سیستم ارزیابی انطباق هند باشد و به کشورهایی مانند بحرین، ایران، عراق و عربستان سعودی صادر خواهند شد. این گام به طور خاص به افزایش اعتبار محصولات حلال هند در بازار جهانی کمک می‌کند. اگرچه این اقدام می‌تواند به رشد اقتصادی هند کمک کند، اما انتقادات نسبت به تضاد میان سیاست‌های داخلی و خارجی دولت وجود دارد. برخی ناظران معتقدند که در حالی که دولت به صادرات گوشت حلال اهمیت می‌دهد، تبعیض علیه مسلمانان در مصرف محصولات حلال در داخل کشور همچنان ادامه دارد. این تحولات می‌تواند نقطه عطفی در تعامل هند با تنوع دینی و اقتصادی باشد و آینده صنعت حلال در هند بستگی به توانایی دولت در برقراری تعادل میان این دو جنبه دارد. سازمان ملل از آوارگی نزدیک به 500,000 نفر در یمن طی سال جاری میلادی به دلیل ادامه درگیری‌های مسلحانه و شرایط دشوار آب و هوایی در این کشور خبر می‌دهد. بر اساس گزارش دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در یمن، 94% آوارگان مذکور به دلیل بحران‌های مربوط به آب و هوا در یمن به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و یا آواره شدند، در حالی که آوارگی 6% دیگر نیز به دلیل درگیری مسلحانه در این کشور بوده است. دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در یمن در ادامه گزارش خود همچنین آورده که سازوکار پاسخ سریع‌تر تحت رهبری آن از ژانویه تا سپتامبر سال جاری میلادی برای 86% افراد ثبت نام شده جهت دریافت کمک در 20 استان این کشور کمک اضطراری نجات بخش ارائه داده است. شایان ذکر است که از آغاز ماه آگوست گذشته تا کنون میزان بارندگی در چندین استان یمن افزایش یافته و در نتیجه بارانهای سیلاسا و صاعقه‌های همراه آن نیز نزدیک به 210 نفر جان خود از دست دادند و صدها تن دیگر به ویژه افرادی که در اردوگاه‌های آوارگان زندگی می‌کنند متحمل خسارت شدند. منابع خبری از پذیرش حدود 5,000 لبنانی ظرف 10 روز گذشته در مرزهای زمینی و هوایی عراق خبر دادند. در همین راستا سرتیب مقداد میری، سخنگوی بخش رسانه‌ای و امنیتی عراق، طی اظهاراتی گفت عراق در 10 روز گذشته حدود 5,000 لبنانی را از طریق فرودگاه‌های بغداد و نجف و گذرگاه مرزی القائم پذیرایی کرده است. میری در ادامه افزود اداره امور اقامتی عراق نیز روند تمدید ویزای ورود اتباع لبنانی حاضر در عراق بدون نیاز به خروج از کشور را برای مدت 30 روز ادامه می‌دهد و همچنین تمدید مجدد آن بر اساس مفاد قانون اقامت ضمن ادامه اعطای ویزای ورود رایگان به شهروندان لبنانی صورت خواهد پذیرفت. وی در پایان خاطر نشان کرد لبنانی ها می توانند طبق دستورالعمل های قبلی بدون ویزا و فقط از طریق مهر ورود وارد کشور عراق شوند. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
واحد فولاد چین در سینکیانگ به فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه کار اجباری اویغورها اضافه شد. تأکید کارشناسان سازمان ملل متحد بر پایان دادن به رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه آفریقای تبارها. صادرات گوشت حلال توسط هند به 15 کشور مسلمان. سازمان ملل میگوید از آغاز 2024 تا کنون نزدیک به 500,000 نفر در یمن آواره شدند. و پذیرایی از 5,000 لبنانی در گذرگاه مرزی عراق. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما در این بخش خبری شبانگاهی همراه بودید سپاسگزارم. شب همگی شما عزیزان بخیر. اللهم عجل لولیک الفرج.